صبحونتون نمیخورید، دیرت میشه. دارم دیوونه میشم، نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. همین امروز میرم پیش بازپرس، همه چیزو اقرار میکنم. فکر عاقبتشو کردی؟ البته نمیگم پیش بازپرس نرو، اما کیوانو که خوب میشناسی. اون صاحب کارخونه است، نفوذ داره، هر کاری که بخواد انجام میده. میترسم بلای سرت بیاره. هر طور میخواد بشه، زن و بچه اون 11 تا کارگر دارن از گرسنگی میمیرن. اونا مثل بچه های من هر شب منتظرن پدرشون بره خونه. اصلا مگه یادت رفته 5 تا بچه داشت؟ حسین تراشکار 7 سر آیله رو نوم میداد. تمام اون 11 نفر تو آتش سوزی از بین رفتن، فقط برای اینکه آقای کیوان بتونه پول بیمه رو به جیب بزنه. حالا اگه من حقیقت رو به بازپرس نگم، فردا جواب خدا رو چی بدم؟ حق با توه. منم با تصمیمی که گرفتی کاملا موافقم. نباید گذاش خونه یه مش کارگر بیگناه پایمال بشه. ولی کیوان تو رو تهدید کرده، گفته اگه حرف بزنی میکشمت. عیبی نداره. اول اون نامرد خیلی سعی کرد منو با پول بخره، حتی میخواست گولم بزنه، میگفت به خانواده اون کارگرای بیچاره کمک میکنه. کدوم کمک؟ دروغ میگفت. حالا که میبینه من دستشو خوندم، منو تهدید کرده که میکشه. ولی من تصمیم خودمو گرفتم، امروز همه چیزو میگم. کسی هم از این تصمیم تو خبر داری؟ آره، به دو سه تا از کارگرا گفتم. عمو حیدرم میدونه. عمو حیدر عیبی نداره، اما کاش به کسای دیگه نمیگفتی. مهم نیست عزیزم، خدا باید آدمو حفظ بکنه. خوب کاری نداری؟ نه، فقط
مواظب خودت باش، دلم خیلی شور میزنه. ناراحت نباش، هرچی مقدره همون میشه. خداحافظ.